سلام، من ملودی هم. خیلی خوش اومدیم به این ویدیو از شنلم. امروز میخواستم برم بیرون یه قدمی بزنم، یه حال و هوایی عوض کنیم، بریم پارکی جایی، ولی تبریز داره بارون میاد. نمیدونم شما الان از کجا دارین این ویدیو رو میبینین، شهر شما چجوری، ولی اینجا دیگه به رسمیت پاییز اومده. بارون میاد، شبا خیلی هوا سرده، با پتو و لحاف و اینا میخوابیم، حتی میخوایم بخاری رو بیاریم دیگه، واقعا سرده. آره، این شد که دیگه تصمیم گرفتم که بیرون نریم. ولی اینکه بیرون نمیریم دلیل بر این نمیشه که نمیتونیم با هم دیگه باشیم. میتونم ویدیو بگیرم و شما هم با من همراه باشید توی یه روزم. اکثر ویدیوهایی که میگیرم معمولا چند روزه میشه، مثلا یه تیکه از امروز میگیرم، بعد میمونه واسه فردا که یه کار خاصی کردم دوباره میام ویدیوش میکنم. ولی امروز میخوام که امروزمو از الان تا شب براتون ویدیوش کنم. گرچه شاید خیلی زودتر میتونستم ویدیو رو شروع کنم، مثلا از وقتی که بیدار شدم، ولی الان 2 ظهره. صبحونمو خوردم. صبحونه که میخورم این چند روزه بیسکویت و شیره. نمیدونم این در چت خوبه، ولی تقریبا 3-4 روزه که همینو فقط صبحونه میخورم. بعد الان میخوام بریم که ناهار درست کنیم برای خودمون، یه ناهاری بخوریم، شاید آب میوه بگیریم. بعد قراره یه ویدیو بگیرم، میخوام اونم امروز بگیرم اگه تونستم، یه ویدیو میکاپ اگه تونستم اونم امروز با هم دیگه میگیریم. بیام بریم آشپزخونه، در حالی که من دارم ناهارمو درست میکنم بقیه‌اش هم بهتون بگم. دیروز مهمون اومده بود خونمون، برای همین امروز خونم خیلی گاتی پاتی بود، ولی من صبح تمیزش کردم، کل ظرفامو شستم، خونه رو جارو کشیدم. بعد ارزم به حضورتون که خیلی از کارهای خونه رو کردم، ولی بازم کلی کار دیگه داریم. نهار که میخوام برای خودم درست کنم سمبوسه است. دیشب سمبوسه درست کردم برای شاممون، بعد یکمش مونده بود همینجوری آماده نگهش داشتم که امروز سرخش کنم. اینا رو سرخش میکنیم و خیلی سمبوسه دوست دارم، شما رو نمیدانم، ولی من واقعا دوستش دارم. تنها چیز بعدی که این نیاز داره روغن خیلی زیاده که هر چقدر سرخش میکنی باز روغن نیاز داره. با راستی این تیشرت هم هست، این مشکیه، الان جلوشو نمیبینید، باز کنم ببینید. اینو دوستم از مشهد خریده بود، این تعطیلاتی که ما رفته بودیم جل پایین، اونا هم رفته بودن شمال و مشهد. بعد اینه، خیلی نازه، اینو از مشهد برام خریده بود. در حالی که اینو سرخ میشه ما برای خودمون باجه هم خورد کنیم. آره آره، آماده کردم، اومدم نشستم اینجا که نارمو بخورم، بعد یه کوچولو تیوی ببینیم. اونجا هم دارن غذا میخورن. میخوام پشت صحنه رو بهتون نشون بدم. سمبوسه‌ای که هنوز آماده نکردم که بهتون نشون دادم اینجوری مثلثی بود. خب حالا سمبوسه‌ای که آوردم بخورمش هم این شکلیه، چون که دیشب چند تا از لواشامون تیکه تیکه شد و من نتونستم مثلثی کنم، بعد دلم نیومد اونا رو بندازم بره، اینجوری شکلای لقمه کردم. حالا من اینا رو میخورم، بعد هیچی دیگه، اینا رو بخورم، یک چلو تیوی ببینم، بعد برگردم. شما رو نمیدونم ولی من به 2 دسته تقسیم میشم، ملودی قبل غذا و بعد غذا. قبل غذا خوردن خیلی فور انرژی هم، اونجوری هم که میتونم همه کارامو انجام بدم. بعد غذا خوردن خوابم میاد، میخوام بخوابم، ولی نباید بخوابم چون که دیر بیدار شدم. الان 3 بعد از ظهره و چون من دیر بیدار شدم کارامو انجام ندادم، کار خاصی هم ندارم، ولی میخوام که روزم خیلی پرمحتواتر باشه، ولی خوابم میاد. الان کتابمو برداشتم، پتومو برداشتم و دارم تیوی نگاه میکنم. تو تیوی ترکیه است، من زیاد ترکیه رو نگاه میکنم. بعد الان یه برنامه هست که اونجا میام مثلا یه بزنشون بدم، نمیتونم توضیح بدم اینجوری. بزن ببین، این زنه، این مجریه. خب بعد میام پیش این، مثلا یکی دخترش از خونه فرار کرده، میاد به این میگه که پیدا کنه دخترشو براش.
بعد الانم یه همچین چیزیه، یه مرد اومد گزارش داد دخترش رو پیدا کنن، گفت دختر 14 سالم گم شده، از خونه فرار کرده و ما پیداش نمی کنیم، نمیدونم چند ماهه. بعد این زنه پیداش کرد، دختر 14 سالش حامله برگشته بود خونه. اون دختر 14 ساله گزارش داد که کیا این کارو باش کردن، بعد این چند تا دختر رو گرفتن، بعد اون دختر رو آوردن اینجا که یکی از این دخترها همه این دختره 13-14 ساله نمیدونم 15-16 ساله رو گولش میزنه میبره، نمیدونم مواد مخدر میده، بعد با پسرای جوان آشنا میکنه. پسر جوان که میگم مثلا 30-35 سالشونه، بعد این دخترها 14-15 سالشونه. بعد الان این برنامه اینجوریه که تقریبا 5-6 نفر رو گرفتن و همچنان هم دارن آدمای جدید رو میگیرن. الان دارم میخندم ولی خیلی چیز مزخرفیه واقعا. بعد تازگی ها توی ترکیه یه دختر دیگر هم کشتن، یه دختر 8 ساله اسمش نارینه، کشتنش. بعد عموش کشته فکر کنم، هنوز مشخص نیست که کی کشته، ولی جسدشو که پیدا کردن یکی رفته خودش گفته که عموش آورد بهم داد جسد رو، گفت که تو ببر قایمش کن. بعد کجا قایم کردن؟ توی روستاشون، توی روستا زندگی میکرد اون دختر کوچولو. خب اون روستاه کلا 25 نفر اینا داره، زیاد نیست، همشون هم فک و فامیل همن، نمیدونم 8 تا برادرن که عموی این دختر کوچولو میشه 8 تاشون. بعد کلا هم دیگه عمو و پسر عمو و اینا 20-25 نفره یه روستای کوچوله. توی اون روستاه یه رودخونه وجود داره، دختر رو کشتن بعد گذاشتنش توی گونی، حالا بدی میشه گذاشتنش توی گونی، بعد نخ نداشتن این گونی رو ببندن، اون کیفی که دختر خودش داشته با بند همون کیف گونیه رو بستن، بعد بردن گذاشتن توی اون رودخونه. رودخونه که اینجوری دیوار طوری داره این کناره هاش، اونجا رو کندن گذاشتن اونجا، بعد سنگ گذاشتن، نمیدونم چوب گذاشتن روش که اصلا مشخص نشه که اینجا کسی هست. بعد اون که رفته بود قایم کرده بود، وقتی دیده پلیسا اینا خیلی آدم رفته بودن، اصلا مردم عادی هم رفته بودن اونجا دنبال نارین میگشتن، چون مامانش اومده بود توی یه همچین برنامه ای باز گفته بود که دخترم گم شده پیداش کنین. بعد پیدا کردن، چون همه رفتن پیداش کنن، اون ترسیده بود اون که خودش قایم کرده بود، بعد خودش رفته بود اعتراف کرده بود که من این کارو کردم که شاید یه نمه از مجازاتش کم شه. بعد گفته بود که عموشو ورد داد به هم و اینا، از عموش و مادرش و یکی از برادرش شک میکنن که شاید اون کارو باشه. الان که من میخواستم بخوابم چه اینا رو بهتون تعریف کردم، اعصاب خودم خورد شد نمیدونم، ولی یه همچین چیزی. بریم یک کتاب بخونیم. من برم یک شروع کتاب بخونم، ببینم میتونم بخوابم. امیدوارم که نتونم بخوابم، پاشم کارمو انجام بدم. نخوابیدم، بیدار شدم، کارمو انجام بدم. اول اینکه این ظرفا اینا هم که خوردم بشورم، ظرفا نیست، دو تا ظرفا. میخوام این هرم در بیارم بشورم، کثیف شدم اینجاشو نگاه، اینو بیشتر باز میکنیم چون این یخچالو به خاطر همین این کثیفتر بود. بعد میخوام اینجا رو خلوت کنم، ظرفای اضافه که مونده رو برداریم، اینا بیشترش از دیشب مونده که داشتم پذیرایی میکردم، اگر من از این استفاده نمی کنم توی روزمرگی، حتی من از گوری هم استفاده نمی کنم توی روزمرگی هم. وقتی مهمومی ها توش شای دم می کنم، چون ما خودمون از شای کیسه استفاده می کنیم برای خودمون. لباسم بریزم که ماشین لباسشویی، دامنم هم در آوردم چون اینم میخوام بندازمش توی ماشین لباسشویی.
کردم برای خودم و اومدم اینجا که آماده شیم برای ویدیو میکاپمون تا هوا تاریک نشده، چون رینگ لایت هم و شکلات شکونده، نشون داده بودم توی ویدیو قبلی بهتون، ولی بعدش درست کرده بود با چسب رازی، بعد دوباره شکست کشتی شد. برای همین میخوام که تا هوا روشنه یه ویدیو هم بگیرم براتون اگه تونستم، و از کارهای خونه فقط اوت کشیدن لباس هم مونده. علاوه این که اگه لباس های ماشین لباس شوی هم زود شسته شه، اونا رو هم باز پهن کنیم. بعد این تو خونه کار دیگه نداریم، همه کارامو انجام دادم. اول همه میخوام موهامو یه کاریش کنم، آماده شدم واسه اون ویدیو که کاری نداره، چون که توی اون ویدیو قراره میکاپ کنیم. برای همین فقط موهامو درست کنم کافیه، ولی نمیدونم باید چجوری درستش کنم. نگاه اینو توی یکی از ویدیوام گذاشته بودم، یکی نوشته بود گوشوارش اندازه کله منه. حق میدم بهش، واقعا خیلی بزرگه. نگاه واسه ملنگو هم میشه، اینا خیلی بزرگن. این کلاه توی یکی از ویدیو اینجوری گذاشته بودم، سالی نوشته بود که خیلی بهت میاد. سالی کیه؟ سالی یکی از شماست. اینکه کلاه رو اینجوری گذاشتم. اصلا کلاهی هست که خودش این شکلی باشه، باید از اونو بگیرم نه؟ اینجور کلاه بهم میاد. میدونم شکلات هم همیشه میگه که بهم میاد. هوا به شدت سرده، واقعا من سردم، شما رو نمیدونم. شما ندیدیم ولی من آماده شدم. خب ولی حس میکنم این سر رو ریختم اصلا به میکاپ که قراره بکنیم نمیاد. میکاپمون خیلی یه جوری پرنسس استوریه، نمیدونم از این حرفا، ولی گپ هم الان دارکه به جز گوشواره هم. مواد مورد نیازمون رو برمیداریم، البته که مروارید رو نگیم، دوباره نگیم، دوباره نگیم، دوباره نگیم. بعد چی میخوای؟ بعد لوازم آرایشی نیازمونه، چون قرار نیست روی همچین صورتی بزنیم اینا رو. پس لوازم آرایشی همون رو برمیداریم ببریم رو برش. اینا این همش رو برمیدارم، آوردمشون اینجا چون به نظرم اینجا نورش بهتره. باز مادم نشستم اینجا، شوارمو عوضش کردم چون به نظرم اون آبی اصلا نمی اومد به این تیپم، به این سر و وزم، ولی خب همین دیگه. من از اینجا برم واسه اون یکی ویدیو که قراره با هم میکاپ کنیم، نمیدونم قراره چه شکلی شه. اگه خوب شد میذارم، اگه بد شد بازم حتما میذارم. نمیدونم. ولی مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دیدین، امیدوارم که دوستش داشته بوده باشی. و اینکه مرسی که امروز منو همراهی کردین، خیلی دوستتون دارم. ماچ به کلاتون، قربون تک تکتون. توی ویدیوی بعدی میبینمتون. تا درودی دیگر. درود.